خب صحبت از سینماست. سینمای امروز ایران رو چگونه میبینی؟ فیلم سازایی که در خارج از کشور هستن، در ژاپن فیلم میسازن، در افغانستان، در ایتالیا، در فرانسه و بعدم در داخل ایران، شاید یکی از پرکارترین تهیه کنندگان و کارگردانان سینما قبل از انقلاب شخص خودت بودی که هر بار میدیدیم یک فیلم تازه میاد و تنوعی هم که در فیلمات بود خیلی جالب بود. بگذاریم از صمد که الان دلت میخواست همش صمد بسازیم، ولی و الان این سینما رو چگونه میبینی؟ ببینید یک مشخصه خیلی روشنی داره سینمای فعلی جمهوری اسلامی که بعضی‌ها میگن سینمای ایران و من میگم من سینمای جمهوری اسلامی. این واژه درستی است و تعبیر درستی است از این سینما، برای اینکه شما در تمام 70 سالی که دولت شوروی فیلم سازی میکرد هیچ وقت نمیگفتن سینمای روسیه، میگفتن سینمای اتحاد جماهیر شوروی، یعنی یک سینمایی که مظهر یک ایدئولوژی خاص بود یا لااقل برآمده از یک سرزمینی بود که ایدئولوژی خاصی اونجا حاکم بود. این ایدئولوژی خاص امروز حاکمیتش در ایران جمهوری اسلامی است. بنابراین سینمایی که از اونجا به دنیا میاد صادر میشه سینمای جمهوری اسلامی است. حالا بعضی هم میخوان بگن ایران، بگن میل خودشونه، ولی واقعا در تعبیر اصلی همینه. اگر یک فیلمی در یه جای جهان موفقیت رسمی پیدا بکنه پرچم جمهوری اسلامی میره بالا و سرود جمهوری اسلامی زده میشه. به هر حال این مشخصه اصلی این سینمای جمهوری اسلامی اینه که دولتی است. من شخصا چون با دولت جمهوری اسلامی و این دولت ایدئولوژیک اسلامی مخالفم، در نتیجه با تمام دستاوردهای اون هم مخالفم. من نمیتونم با دولت جمهوری اسلامی مخالف باشم ولی با وزیر امور خارجش موافق باشم، ولی اینکه خیلی شخص خوبی باشه، خیلی هم کارهای خوبی کرده باشه، سخنرانی بسیار خوبی هم کرده باشه، اعمال بسیار خوبی هم به نفع جمهوری اسلامی انجام داده باشه. بنابراین من وضعیتم با اون مشخصه، من اونو بخشی از این حکومت میدونم. حالا که این تو جز همه فعالیت فرهنگی و هنری سینما دولتی ترینشونه، چون با بودجه دولت و با کمک دولت یا لااقل با نظارت دقیق دولت مواجه بشه، پس سینما دولتی است. خب این وضعیت روشه. حالا فیلم خوبی توش پیدا میشه مسلمه، به خصوص وقتی که تو با بودجه دولت کار کنی. مگه دوران قبل فیلم های خوب ساخته نمیشد؟ کانون پرورش فکری کودکان چون بودجه دولتی داشت فیلم های بسیار متفاوتی ساخته میشد و بسیاری از این فیلم ها از فیلم سازان خوب ما بود و در تمام جهان هم جوایزی میگرفت. چرا؟ برای اینکه پشتوانه دولتی داشت. درست. برای گیشه کسی نمیساخت. وقتی سینمای دولتی یعنی اینکه شما وقتی فیلم ساخته میشه قبول میکنن که ساخته بشه، کارگردان پولش رو میگیره، بازیگرا پولش رو میگیرن، تمام عوامل تولید پولاشون رو میگیرن میرن کنار، کاری هم ندارن که این فیلم فروش میکنه یا نمیکنه، خیالشون راحته. بنابراین میتونن راحت فیلم متفاوت بسازن. همین کار سینمای متفاوت رو دولت شوروی و کشورهای سوسیالیستی اروپایی قبل از انقلاب اسلامی در جهان میساختن. تمام فستیوال ها فیلم های متفاوتشون رو از این کشورها میمدن. به همین دلیل فیلم های ما در اون زمان با اینکه متفاوت بود بسیاریش، آقای بیزایی، آقای کیارستمی، آقای مهرجویی همون فیلم های متفاوتی میساختن که بعد از انقلاب هم ساختن، ولی در اون زمان به جایی نمیرسیدن. چرا؟ برای اینکه رقیب زیاد داشتن. کشورهایی که فیلم های دولتی داشتن خیلی بودن و این فستیوال ها خودشون تغذیه میکردن از این سینما. حالا تمام این سینمای دولتی از بین رفت بعد از ماجرای دیوار برلین. فقط تنها کشوری که سینمای دولتی داشت ایران بود و جمهوری اسلامی بود و این بود که تمام فستیوال ها کعبه آمالشون شد اونجا، برای اینکه فیلم متفاوت پیدا بکنن و بگیرن. همونطور که میبینی بسیاری از کشورها فستیوال های بزرگ کوچیک هم نداره، یا 10 تا فیلم از ایران میذارن، 12 تا فیلم میذارن. یه زمانی بود حتی یک فیلم ایرانی به زحمت توی سینما توی فستیوال راه پیدا میکرد. همه این زمینه ها رو دولتی بودن سینمای جمهوری اسلامی فراهم کرد. خب طبعا تو این ماجرا خب یه سری هم از فیلمسازها، چه فیلمسازان گذشته و چه جوانایی که دوره بعد کار کردن، از این گشایشی که پیش اومد استقبال کردن و آوازه‌ای پیدا کردن و شهرت رسیدن. کاری به اون قسمتش نداریم، ولی من با این سینما میانه‌ای ندارم، برای که این سینما سینمای دولتی است و درست مثل انتخابات قلابی جمهوری اسلامی برای این کشور و این رژیم اعتبار آفریده در جهان.
اجازه بدیم یک کمی موضوع رو عوض کنم. صیاد عزیز، به نظر شما جامعه مدنی امروز ایران چه مشکلی داره؟ یعنی مهمترین مشکلش چیه؟ ولی به هر من جامعه شناس نیستم، ولی همینجوری با توجه به مسائلی که باش مواجه هستم و مواجه بودم در این 30 ساله، فکر میکنم بزرگترین مشکلش بلا تکلیفیه. بلا تکلیفیه در همه زمینه ها، بلا تکلیفی اجتماعی، بلا تکلیفی سیاسی، بلا تکلیفی حتی اخلاقی، حتی میخوام از اینم فراتر برم، بلا تکلیفی شرعی. یک کشوری است که بر اساس شرعی همه امورش داره میذاره، ولی مردم بلا تکلیفن. دلیل بیارم براتون، ما یه جامعه از بزرگترین کشور شیعه جهان، بله، تنها بزرگترین کشوری است که جمعیت شیعه در جهان هیچ نمایندگی میکنه. شیعه جهان مهمترین عاملی که در جهان شیعه اتفاق میفته چیه؟ محرمه، ماه محرمه با. و فاجعه کربلاست یا واقعه کربلاست. این ماه محرم، این مسلمان های شیعه ایرانی چرا توقع روزخانی از آقای خامنه ای ندارن؟ این بلا تکلیفی شرعی نیست؟ خود این آقایون روحانی چرا روزه نمیخونن دیگه؟ این بلا تکلیفی شرعی نیست واقعا؟ معلوم نیست آقا اینا مردم اصلا درخواست اینا نمیکنن، برای که بلا تکلیفن. آقا از آقای رفسنجانی 35 ساله نخواست آقا چرا شما روزه دیگه نمیخونی؟ دیگه امام حسین نیست دیگه، شهدای کربلا اینا کی باید برشون روزه بخونه؟ در تمام این 35 سال گذشته یک بار یک نماینده در مجلس شورای اسلامی روزه خونده؟ و من اسمش یادم نیست، ولی به هر حال به نظر من این جواهره، اینو بایستی که مجسمه طلا براش بگیرن، برای اینکه این آدم فهمید اصلا کجا اومده و برای چی اومده و اصلا پیامش چیه. اصلا یه نفر این کارو کرد، ولی فوری اونم صداش خاموش کرد. شما ببینید این جامعه، اصلا کشورهای ما، کشورهای اسلامی، هیچ کدومشون الان مثل خود جمهوری اسلامی در خارج از کشور نمایندگی و سازمان و این چیزا ندارن. چرا اینا درخواست روزخانی نمی کنن؟ چرا ماه محرم اینا نوار روزخانی از این آقایون برجسته رهبران مذهبی ایران نمیارن پخش کنن، تو دنیا پخش کنن، حتی برای ایران پخش کنن؟ شما تو صدای سیمای ایران حالا دیدین که یه نفر روزه بخونه؟ واقعا روزه بخونه؟ خب این بلا تکلیف شرعی و اخلاقی همه چیه؟ بلا تکلیفی اقتصادیه. اقتصاد ناسالم به شما باید به چی بگین؟ یه جامعه که از کامیون شمش طلا و اسکناس از مرز خارج میشه، آیا در تاریخ سابقه داره؟ اون وقت مردم مبتلا بعد 5 تا شغل داشته باشن تا بتونن خرج زندگیشون کنن، ولی کامیون شمش و نم اسکناس تو مرز ترکیه کش میشه، یه دفعه کش میشه، دو دفعه کش میشه. این نشون میده که این جریان مداومه، منتها بعضی وقتا تقش در میاد. اصلا شما هر جوری نگاه بکنی، چرا اصلا اسمش میذاری جامعه مدنی هنوز؟ شما من اصلا تعجب میکنم، من چنین اصطلاحی رو نمیتونم به جامعه ایران بدم به هیچ شکل. به هر حال یه جامعه است دیگه، یه جامعه. آره، یه دو جمع شدن و آره. یه دو جمع بشن فوری جامعه مدنی به وجود نمیاد. یک تعبیری داره، یک قواعدی برای خودش داره. این قواعد به نظر من در ایران امروز، در جمهوری اسلامی، اینا تعبیری است که جواب نمیده. به نظر من، به نظر شما نقش هنرمند در جامعه امروز ایران چیه؟ یعنی واقعا هنرمندا میتونن اثرگذار باشن تو جامعه؟ ولی ما با توجه به تجربه‌ای که الان، به نگاهی که به جامعه ایران می‌کنیم، هنرمندان ایران چه در زمینه ادبی یا غیر ادبی دو تا راه بیشتر نداشتن. یا اینکه مماشات بکنن، با همون راهی رو برن که رژیم در جلوی پاشون گذاشته، یا که سکوت بکنن در خانه ها بشینن و کار نکنن. و اکثرا برای گذران زندگی مجبورن بالاخره این راه اولی را جلو برن. در سینما که به نظر بنده اینجوری شده، حالا البته ممکنه یک فیلم حتی معترض هم باشه، ولی فیلم معترض هم یه بخشی از همین کلیتی است که رژیم داره ازش استفاده میکنه. آقای جعفر پناهی فیلمای معترض میسازه، حرفی توش نیست، ولی حتی از اعتراض جعفر پناهی هم دولت جمهوری اسلامی استفاده میکنه که نشون بده مثلا فرض کنید که با طالبان فرق داره، چون طالبان سینما نداره ما داریم.
همون فشارهای طالبانی هست، مردم تو همون شرایط هستن، همون قواعد سختگیری اخلاقی و تو زندان‌ها شما ببینید همه اتفاقات همه در روز داره میفته، همون فشارها رو مردم دارن ولی ضمناً سینما هم دارن. این تفاوتشه. اینی که میگم این درست مثل تقلبی است که در انتخاباتشون پیش میاد. انتخابات انجام میشه، مردم دنیا یه تعبیری از انتخابات دارن، یه تعریفی دارن و چون رسانه‌های غربی هم به عنوان انتخابات اینو راجبش حرف میزنن، حالا یه دشون خارا رابطه هایی هم دارن، پشت پرده کاری نداریم، ولی بالاخره میگن انتخابات. ولی این انتخابات انتخاباتی نیستش که به معنای واقعی دموکراتیکی که ماها در دنیا ازش تعریف میشه به عمل بیاد. اینا همه میدونیم و فرنگی ها میدونن، بعضی ها مسائلشون ایجاب میکنه برای خودشون نیرن راجع به انتخابات ایران حرف بزنن، تعبیر و تفسیر بکنن. همین کارم راجع به سینما کردن. هیچ وقت نمیان بگن سینما دولتیه، هیچ وقت نمیان بگن، حتی فیلم سازان ما هرگز تو این سالها که رفتن نگفتن آقا بزرگترین اتفاق ناگواری که در جهان سینما در تاریخ سینما رخ داده در ایران جمهوری اسلامی رخ داده و 400 نفر اینو زنده زنده در آتش سوزوندن برای رسیدن به حکومت. حتی فیلم سازان ما راجع به این موضوع حرف نزدن هیچ وقت. خب اینا همه سرپوش گذاشتن به یه فاجعه بزرگی است، دارن یه جوری همه از این فاجعه دارن استفاده میکنن زیر این چتر. شما صحبت کردی راجع به همون فاجعه سینما رکس، یک نمایشنامه‌ای داری و که همه ساله هر کدام از ماها که بتونیم اون رو از طریق تلویزیون پخش میکنیم برای اینکه خاطرش از بین نره. خیلی سپاسگزارم از شما. یک و بیان به سراغ کارهای دیگه‌ای که کردی در خارج از کشور. علاوه بر کار سینما، کار تئاترهای خیلی جدی هم انجام دادی، فقط صمد نبوده، نمایشنامه خر. البته صمد ها هم برای من به خصوص در این دوره همشون جدی هم. نه من از نظر کامیدی و تراژیک دارم میگم، نه از نظر جدی یا شوخی. به هر حال کار چه کامیدی چه تراژدی جدیه. و یادمون باشه که شکسپیر تعداد کمدی‌هاش بیشتر از تاریخی‌هاش و تراژدی‌هاشه. نمایشنامه خر یکی از خیال میکنم پرتیراژ‌ترین نمایشنامه ها بوده در خارج از کشور از نظر تعداد اجرا، همینطور بوده؟ یکی از این نمایشنامه هایی که من اجرا کردم که اجرای متعدد داشت خر بود. چون اولین نمایش بود که به صحنه اومد به تراژدی هم هست اتفاق. و خب ما تو همین لس آنجلس بیش از 80 بار اون اجرا کردیم، در حالی که ظرفیت اجرای نمایش اینجا بیشتر از 10-12 تا نیست. البته خب نمایش های بعدی مثل صمد به جنگ میرود، برمیگردد، اون شوی تک نفری که من داشتم و هادی خورسندی، اینا تعداد نمایشش بیشتر از خر بود. ولی برای اولین بار یه نمایش تراژدی و تلخ مثل خر خیلی با اقبال تماشاگران ایرانی خارج کشور مواجه شد و از این نظر به خصوص من میتونم بگم موفق بود، چون شخصیت صمد هم توش نبود. وقتی شخصیت صمد توش یه نمایش نباشه و موفق باشه، اینو باید یه کردیت اختصاصی چیز ویژه بهش داد.